درود بر شما دوستان و همراهان گرامی در خدمت شما هستیم با یک بسته تحلیلی خبری طبق روال این بسته خبری در ابتدا در خدمت آقای جوانمردی هستیم با ویژه برنامه جنبش انقلابی 1401 در ایران و در بخش دوم میپردازیم به درخواست تحقیق نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی در اوین از سازمان ملل درباره تعرض به زنان زندانی در ایران تا انتها با ما همراه باشید دوستان عزیز، تیم ما برای تهیه ویدیوهای این کانال زحمات زیادی رو متحمل شدند. اگه محتوای ما رو میپسندید، لطفاً برای حمایت از ما، کانالمون رو سابسکرایب و روی زنگوله کلیک کنید. در این برنامه آقای جوانمردی به چند مطلب مهم می پردازند که در ابتدا به نوسانات اعتراض در شهرهای مختلف می و میگن که هر انقلابی اوجی داره و یه موقع های افول پس اینایی که میگن انقلاب خاموش شده اینها از خود نظامند و جنگ روانی دشمنه نورانی کردن و خونساسازی و شعار نویسی همیشه بوده و باید باشه چون این یک جنگ برای بیرون کردن دشمن اشغالگر از کشور عزیزمون ایران درباره زندانیانی که آزاد میشن از زندان تاکید میکنه که آزمایش خون بدن چون ممکنه خطری جانشون رو تهدید کنه شما رو دعوت میکنیم به تماشای این برنامه خانم آقای درود بر شما چند دقیقه بیشتر وقتتون رو نمیگیرم مطالبی کوتاه ولی مهم اساسی اول اینکه انقلاب آزادی ایران هیچ یکی از روزها متوقف نشده امواجش یه روز پایین یه روز بالاست ولی ادامه داره تا روز پیروزی و این جنگ روانی دشمن که میخواد بگه خیر مثلا بعضی از روزها که موج پایین تر هست به نوع دیگه نشون بدن رو باید مقابله بکنیم نورانی کردن خونسا کردن شعار ریسی هر روز ادامه داشته هر جا در هر شهری ولی در سر تا سر ایران به طور کامل حالا یه روزی جایی بوده یه جایی نبوده ولی به طور کامل بوده حساسیت اینها نسبت به این مرحله که دیگه کاملا مرحله جنگ برای بیرون راندن دشمن اشغالگر هست بیشتره ما از مرحله بغل کردن و از مرحله خیلی از اکت ها و کنشگری هایی که در گذشته استفاده می کردیم مفید بود گذشتیم وارد مرحله جدی تری شدیم شعار نویسی دیوار به تبلیغات برای انقلاب تبدیل شده این بخشی از این کنشگری انقلابی هست و باید هم باشه و همچنین خونساسازی نورانی کردند و تقویت اعتصاب با تمام قدرت برای سه روزی که فراخوان داده شده فقط ما آماده نمیشیم آماده میشیم برای هر بار که فراخوانی داده میشه نه تنها با قدرت بیشتر ضربه بزنیم به دشمن بلکه به طور کامل سعی بکنیم انقلاب ادامه پیدا بکنه کسایی که از زندان آزاد میشن حتما یک آزمایش خون کامل انجام بدن اگر اتفاقی افتاده باشه که زود متوجه باشن ما با دشمنی مواجه هستیم که از حیله های و ترفند های پلید آخوندی استفاده میکنه برای بقا به وعده های خارجی به تحلیل هایی که از خارج کشور هست زیاد توجه نکنیم چه خوب چه بد چه خوب مثلا میگن اسرائیل حمله میکنه با آمریکا میزنه مانور برگزار کردن خیلی خوب یک تحلیله، یک خبره در این حد کسی امید نبنده به اینکه اونها میان این کار جمهوری اسلامی رو تموم میکنن وظیفه خود ماست و باید خودمون تموم بکنیم و تحلیل های که برای خالی کردن روحیه مبارزان و انقلابیون هست مثلا اینکه از روسیه نیرو میارن روسیه خودش در باتلاقه روسیه خودش مزدورانی رو از سوریه برده به خودش کمک بکنن روسیه خودش پاش گیر هست و تمام صحبت هایی که میکنن تبلیغات هست جنگ روانی هست جنگ روانی که در شما خبرهای کانال های حکومتی و مخصوصا سپاه تروریستی پاسداران میبینید مثلا گفتن حمله زمینی به کردستان عراق رو شروع کردن همچین مسئله این نیست همه میدونن نیروهای اینها روحیشون پایین هست در حد موشک براکنی حملات پهبادی چرا ممکنه بارها انجام بدن ولی اینها روحیه رویارویی مستقیم در کوهستان ها رو با کردها ندارن این رو مطمئن باشید و اگر هم داشته باشن پوزه خامنه ای خائن به خاک بایده میشه و ضربه سهمگینی میخورن این از این پس مواظب این صحبت ها باشیم و تمام جنگ روانی که دارن انجام میدن روحیه نیروهاشون پایین کسانی که حاضرن برای این باند فاسد خودشون رو به کشتن بدن روز به روز دارن کمتر میشن و شکستن حلقه های حفاظتی این نظام رو ما داریم هر روز بیشتر میبینیم همیهنان گرامی کارزاری در بعضی تلویزیون های خارج کشور هم دارن پخش میکنن حالا از طرف پسر یکی مبارز هست یا نیست مردم ما هوش و درایتشون بالاست بسیاری از مبارزان بارها تذکر دادن که دقت کنید شناسایی نشید رژیم هنوز توان دستگیر کردن و اذیت کردن داره و وقتی که خیلی طبیعیه ما در جنگیم ما داریم اونها رو بیرون میندازیم ما میگیم شما کارتون تمومه گارت و دزدی و فسادم هم بسه باید برید طبیعی اونها این پول مفت این زمین مفت این کشور مفت رو به سادگی ول نکنن پس هر کاری بکنن برای بقا ما زمانی که میگیم دوربین ها رو خاموش بکنید برای اینکه رزمندگان آزادی شناسایی نشن کلی تدابیر امنیتی در نظر گرفته شده همه مراعت میکنن یه هایی که پیدا میشه حالا ممکنه پدرش آدم خوبی باشه خودشو فریب دادن یا به هر دلیلی بسیار نسنجیده حرفی میزنه از اون نسنجیده تر پخشش در تلویزیون هایی هست که به ظاهر مردمی هن. که بیان هویت آزاری خواهان رو در این مرحله به دشمن نشون بدن دشمن ما مقایسه نمیشه با هیچ دشمن دیگری در هیچ جا آخوندها فرق دارن آخوندها مثل بقیه دیکتاتورها نیستن خبیسترن چون ترفندها حیله های آخوندی اونها متفاوت هست با همه اینها دروغگو ترین حکومت در جهان هستن ما همچین حکومت دروغگو و ریاکاری نداریم هر حکومتی جنایتی میکنه بر عهده میگیره شرافت داعش خیلی بیشتر از اینها بوده هر جنایتی کرد گفت من بودم گرچه حجم جنایت داعش بسیار کمتر بود فقط خودش رسانه میکرد فرقش این هست اینها رسانه ای نمیکنن و روایت آخوندی وارونه سازی میکنن. پس وارد این کارزارهایی که به طور علنی داره لطفه میزنه به انقلاب هویت آزاری خواهانمون رو ما معرفی بکنیم به دشمن که بره سراغشون نشیم مقابله بکنیم و اجازه ندیم این مال زمانی هست که جمهوری اسلامی داره سرنگون میشه اون موقع دیگه کسی صورتش رو نشون بده هیچ ایرادی نداره در حال حاضر هدف ما سرنگونی جمهوری اسلامی و کمترین هزینه است نه اینکه هزینه رو بالا ببریم از خونه هممیهنانی که در داخل ایران هستند این نوع کارزارها مردود اصلا توجه نکنید به اینکه در کدام تلویزیون پخش میشه کیا پخش میکنن هممیهنان گرامی ما باید به محتوای صحبت ها توجه کنیم نه اینکه کی میگه حرف مهمه نگوینده این رو دقت کنیم هممون وارد بازی نشیم و فایل صوتی که فایل های صوتی که بلک ریوارد پخش کرده اسنادی که پخش کردن یک توضیح بنده و تیم ما هیچ مدرکی نداریم که این نادرست باشه ولی یه بوداره یه بوی ازش میاد چه بویی؟ من همه رو با دقت خوندم و گوش دادم بخشی از این فایل ها که صد در صد به زیان رژیم هست و کاملا هم درسته تایید آنچه هست که ما میدونیم گفتیم مردم میدونن و به باور مردم تبدیل شده اینکه اینها میکشن این تجاوز میکنن زندانی میکنن هرچی اینکه اینها شکستن در داخل اختلاف دارن ریزش دارن که چقدر گفته شده در موردش تمام اینها رو تایید کرد بسیار خوب ولی یک مسئله عمده بودار هست و اون این هست در تمام این فایل ها فایل هایی که برای فرمانده سپاه شخص فرمانده فرستاده شده نه برای زیر طبیعی است مثلا سریعتر صحبت بکنه در مورد شاه چراغ بگه که ما بودیم این کار رو کردیم نه اینکه بگه سپاه خبر داشت که یک گروه تروریستی این کار رو میکرد اینها بوداره دو هدف رو به احتمال زیاد دارن تعقیب میکنن یکیش اینها به این نتیجه رسیدن که این نظام رفتنیه پس کاری بکنن که کل این نظام غرق نشه بخشی از این نظام سپاه پاسداران دقیقا اونجا در تمام فایل ها در مورد خیانات خیانت هاش، خیاناتش در مورد ترفند هایی که برای زدن مردم بوده در مورد فتنه چراغ در مورد ایزه هیچ کدوم گفته نشده نوعی پاکسازی دست سپاه پاسداران برای احتمال یک مسئله حقیقی هست اینها میدونن خامنه ای تمومه نگاه کنید در مورد خامنه میگن خبر داره خبر داشته است یعنی دست شستن از خامنه ای خائن و احتمال داره در مرحله بعدی کودتا شکل بدن و بعد بگن خیلی خوب ما خامنه ای رو برداشتیم تعدادی نظامی هستیم برای اینکه ایران تجزیه نشه این اتفاق نیفته تا حال درست بوده از این به بعد دیگه برید خونه هاتون اینجاست که باید مواظب باشیم ذهن آگاه و پرسشگر این رو میطلبه ما هیچ مدرکی نداریم بگیم حتما این طوریه. ولی این بو ازش میاد از این اسناد وقتی که بهش گوش میدی یک نوع مبرا کردن سپاه پاسداران از جنایات هست همش میگه بله ریزش کردن تعدادی نمیرن نافرمانی میکنن این کارو میکنن پس جنایاتی که مرتکب شدن در مورد اونها نگفتن چرا در مورد برنامه بعدیشون مثلا برای یک انفجار نمیگن چرا در مورد اینکه دست سپاه پاسداران سپاه تروریستی پاسداران که یک گروهی هست بدون تردید باید منحل بشه افرادی که جنایتکار نبودن در یک ارتش ملی سازماندهی بشن ولی هیچ گونه کودتایی از طرف سپاه پاسداران برای مردم ایران نباید پذیرفتنی باشه اینها دارن به این سمت میگن رسانه ها کمک میکنن و یک سری از اسامی که تکراری هست یعنی ما در همین رسانه ها میشنویم دوباره در همین اسناد هم میشنویم پس به همه چی ما شک کنیم به چیزهایی که به مسائلی که میخوان به مردم قالب بکنن خوشبختانه آن چیزی که کاملا پیداست مردم تمام نظام رو هدف قرار دادن فقط بیت خامنه ی خائن نیست سپاه پاسداران هم هست دولت دست, دست نشانده مجلس فاسد قوه غذایی فاسدتر همه ما در این حکومت کسانی که در چارچوب این حکومت موندند اینا قابل اعتماد نیستند همه باید برن پس موازه به این ترفندها و این کمک رسانی باشیم این بار اتفاقی که باید بیفته و داره میفته مردمی که دارن خون میدن بها میدن برای مهمترین ارزش های انسانی برای آزادی برای رفاه برای حقی که از اونها زایل شده این مردم طبیعی هست که نباید اجازه هم بدن هیچ مسئله هیچ طرحی هیچ گروهی رو دیکته بکنن بهشون تمام تصمیم گیری مردم ایران مردمی که لیاقت خودشون رو تا این لحظه نشون دادن برای آزادی برای اینکه میتونن یک حکومت بسیار شایسته برای خودشون داشته باشن باید بدونن که مخصوصا کشورهای غربی که نمیتونن دیگه برای این مردم تعیین تکلیف بکنن تعیین تکلیفی که بعضا دلسوزانه به نظر میرسه مشروعیت در داخل ایران هست و تحت هیچ شرایطی وارد این بازی ها نشیم بسیار خوب اسناد رو میبینیم و میپذیریم که رژیم داره میشکنه با این فرق که هیچ بخشی در این رژیم با اون بخش دیگه فرقی نداره مخصوصا گروهک که تروریستی سپاه پاسداران این مسئله مهمی بود فکر میکنم اگر پخشش بکنید بد نیست که فقط سطح آگاهی و هوشیاری رو ببریم بالا این انقلاب نباید بگذاریم که اون حرف بشه خوشبختانه با قدرت داری میره جلو و جمهوری اسلامی هیچ شانسی برای ماندن نداره پیروزی با مردم بزرگ ایرانه پاینده باشید نرگس محمدی خواهان تحقیق ویژه درباره تعرض به زنان زندانی در ایران شد. نرکس محمدی فعال حقوق بشر در اوین با انتشار نامی سرگشاده به جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران خواستار تحقیق ویژه او درباره تعرض به زنان بازداشتی و زندانی و پاسخگو کردن عاملان آن شد به گفته خانم محمدی تعرض به زنان در حین بازداشت و بازداشتگاه ها بخشی از برنامه سرکوب حکومت علیه زنان معترض و مبارز است او در این نامه که در اینستاگرام او منتشر شده میگوید که هم خودش چون این تجربه ای دارد و هم در جریان روایت های زنان زندانی است که در معرض تداوم وحشیانه این ماجرا هستند. این فعال حقوق بشر با اشاره به مواردی از نقض حقوق خود از سوی مقامات و قوه قضایی جمهوری اسلامی می گوید از سال 1389 تا 98 در زندان اوین و بند امنیت 209 و همچنین زندان زنجان روایت های متعدد و هلناکی از زنان زندانی مورد تعرض و تجاوز و حدک حرمت قرار گرفته را دیده و شنیده و این روزها این رویه در بند زنان زندان اوین در جریانه. خانم محمدی در ادامه به دو مورد از قربانیان تعرض وحشیانه ماموران و عدم رسیدگی مسئولان به شکایات آنها اشاره میکنه و از جاوید رحمان میخواهد جهت تحقیق پاسخگو کردن و محکومیت حکومت و جلوگیری از تداوم این شیوه غیر انسانی برای سرکوب زنان معترض و مخالف و مبارز اقدام جدی و سریع انجام دهد هفته گذشته نیز کانال تلگرامی شوراهای سنفی دانشجویان کشور در گزارشی از ضرب و شتم و آزار جنسی سوها مرتضایی فعال دانشجویی در هنگام بازداشت خبر داد طبق این گزارش بعد از آنکه خانم مرتزایی به این تعرض و آزار جنسی اعتراض کرد توسط مامور مورد ضرب و جرح قرار گرفت شبکه خبری CNN نیز چند روز پیشتر یک گزارش تحقیقی درباره خشونت جنسی و تجاوز در بازداشتگاه ها و زندان های ایران منتشر کرده و در آن از تجاوز جنسی به یک پسر زیر 18 سال و چند زن جوان پرده برداشته بود خشونت تعرض و تجاوز جنسی در زندان و باز بازداشتگاه های ایران سابقه طولانی دارد پس از اعتراض های گسترده به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 نیز شماری از بازداشت شدگان از جمله در بازداشتگاه کهریزک مورد آزار و تجاوز جنسی قرار گرفتند که این موضوع توسط شماری از مقام ها و چهره های سیاسی آن زمان نیز تایید شد عزیزان سپاس از همراهی شما که مثل همیشه تا انتها با ما همراه بودید به امید آزادی وطن شما رو به خدای بزرگ میسپاریم خدا Thank you.